سلام عرض میکنم آقای دکتر، تبریک عرض میکنم سال 96 رو و این عید رو به شما. با توجه به مطالبی که در کانال های تلگرامی و عموما شبکه های مجازی در باب حضور شما در انتخابات 96 و اعلام کاندیداتوری شما هست، علت حضورتون رو میخواستم بدونم در انتخابات 96 و افقتون برای 1400 چیه؟ اصلا برنامه دارید یا خیر؟ بسم الله الرحمن الرحیم، با سلام. خب این صحبت ها شاید چند ماهی مطرح شده، من هم برام جالب بود که شب عید دیدم عزیزانی تحلیل های زیبایی گذاشتن و این تحلیل ها رو من هم بعد از بازگشت از سفر دیدم و علت اصلی این است که یک حرکت رو به جلوی بایستی اصلاحات داشته باشه. ما در سال 1388 در انتخابات 88 من اون رو به عنوان پیروزی مطلق میدونم، چون ما نقاب از چهره حاکمیت برداشتیم و مردم نشون دادن که حاکمیت نمیخواد بذاره که اراده ملت به کرسی بنشینه. بعد اصلاحات، جریان اصلاحات دچار یک انفعال و ترسی شد و نهایتا رو آورد به تحریم در سال 90. علارغم اینکه من اصرار داشتم ما همیشه باید پای صندوق ها باشیم و مسیر اصلاحات از صندوق ها می گذرد، اما دوستان ما در اصلاحات اصرار داشتن به تحریم و ما هم تسلیم شدیم. دیدیم که اکثریت قریب به اتفاق بحث تحریم رو دارن. من تا فرمانداری رفتم ثبت نام نکرده خارج شدم و نهایتا بنده در زندان بودم زمان انتخابات و خبردار شدم که آقای خاتمی و بسیاری از چهره‌های شاخص اصلاحات رفتن پای صندوق و رأی دادند و همونجا بازجو میگفت دیدید خاتمی رأی داد و دیدید دوستان شما در اصلاحات چه حملاتی به ایشون کردند. من عرض کردم که ایشون اختیار خودشون رو دارن و اونهایی که حمله کردند به آقای خاتمی اشتباه کردند. ایشون تشخیص رو داده و آزادی یعنی همین که ایشون بتونه نظر خودشو حتی برخلاف تمام جریان اصلاحات اعمال کنه. از ایشون دفاع کردم و بعد هم با شعار تک رأی به مطهری اومدیم در انتخابات و آقای مطهری هم تعداد قابل توجهی 230,000 تک رأی داشت در تهران و نهایتا تک صدای مجلس همان تک رأی علی مطهری بود که جبهه آزادی مطرح کرده بود و از کس دیگه ای حتی اصلاح طلبان مجلس ما صدایی نشنیدیم. بعد از اون باز اصلاحات در تحریم بود و دو سال من تلاش میکردم با رجال اصلاحات صحبت میکردم که ما از تحریم به جایی نمیرسیم و ما میتوانیم برنده انتخابات 92 باشیم. همینجا مناظراتی انجام دادم با کسانی که اهل تحریم بودن و میگفتن فکر کردی برای تو فرش قرمز پهن میکنن، که من عرض کردم بله فرش سبز هم پهن میکنن و قطعا ما کاندیدایی در انتخابات خواهیم داشت و اونها رقیبی هم برای ما میتراشن که اسم رقیب رو هم در بی بی سی گفتم. نهایتا من رو بردن سلول انفرادی و گفتن تا 3 روز بعد از انتخابات مدیریت کن، باید اینجا باشی. خب همه اصلاح طلب ها تحریمی بودند. شاید اون اعتصاب طولانی به روش ترکی برای این بود که در فضای جامعه نگویند عزیزان ما در حبس و حسرند و شما میخواهید کاندیدا شوید و دنبال قدرت باشید. در واقع زمینه شکستن در واقع تحریم انتخابات رو در اون اعتصاب قضاها و دعوت از هاشمی برای کاندیدا شدن فراهم کردیم. یادم هست در همون بازداشت 8 ماهه‌ای که در سلول انفرادی بودم فقط 68 ساعت منو به بند عمومی 350 آوردن. عزیزی از دوستان اصلاحات آقای عبدالله مؤمنی من رو به زاغه خودش دعوت کرد، گفت اینجا مطرح شده که تو عامل اطلاعاتی برای شکستن تحریم انتخابات. وقتی ادله منو شنید گفت خیلی خوبه، اگه این باشه ما هم میگوییم که بیاید. بقیه عزیزان اصلاحات هم در اون 68 ساعت مجاب شدن که باید در انتخابات شرکت کرد. البته روی گزینه آقای هاشمی مقاومت میکردن و من مصر بودم که آقای هاشمی باید بیاد.
من رو برگردوندن به سلول و نهایتاً همون صحبتی که در جلوی دوربین های وزارت اطلاعات در بند 209 هم گفتم که ما پیروز انتخابات 92 هستیم و به گونه‌ای رفتار کنید که بعداً روتون بشه توی ما نگاه کنید. گام بعدی ما انتخابات 92 بود که با پیروزی برخلاف اراده جناح حاکم گزینه‌ای رو انتخاب کردیم که اراده جناح حاکم نبود. فقط همین، در واقع از سبد جنتی ما انتخاب کردیم، فقط خواستیم اراده ملت رو بر جناح حاکم تحمیل کنیم و این کار رو کردیم، اما نه گزینه‌ای که اصلح باشد یا مطلوب نظر ما باشد. ما به آقای روحانی رأی دادیم با اینکه می‌دانستیم سوابق امنیتی او رو و می‌دونستیم که اساساً در جبهه اصلاحات تعریف نمیشه شخصیت ایشون. خب 4 سال ایشون وعده هایی داد که عمل نکرد. تنها حاصل کار 4 ساله آقای روحانی برجام بود که 6 ماه قبل از حکومت ایشون ریاست جمهوری ایشون در عمان کلید خورده بود. در واقع جناح حاکم ته بنبست ناچار بود برجام رو بپذیرد تا از این انسداد و بنبست خارج شود. هر دولتی می آمد این کار رو می کرد. در بعد درونی فقط به سلامت و طرح تحول سلامت پرداخت آقای روحانی که متاسفانه از ترس رقابت دکتر حسن هاشمی به عنوان یک رقیب ریاست جمهوری سال اول سال 93 ماه عسل وزارت بهداشت بود، همه بودجه های مصوب داده شد. سال 94 30% داده شد و 95 0%. در واقع سلامت جامعه تنها تلاش دولت تدبیر و امید بود که به خاطر زدن یک رقیب درونی یعنی دکتر حسن هاشمی اون رو هم مختل کردن. بعدها عملی نشد. 4 سال پیش آقای روحانی وعده حقوق منشور حقوق شهروندی رو دادن که موند. اخیراً در کنار آقای پور محمدی که در کارنامه خودش هزاران اعدام بدون محاکمه دارد در سال 67 آمده است رونمایی کند از منشور حقوق شهروندی. ما اعتراض داشتیم که دادگستری ما رو به دست کسی دادید که آیین دادرسی رو در سال 67 تعطیل کردند و هزاران نفر رو بدون محاکمه بردار کشیدند. حالا باید وزیر دادگستری روحانی باشه. یا عزیز دیگری که از دیوار سفارت بالا رفته است باید معاون آقای روحانی باشه. یا عزیز دیگری که ما رو فتنه‌گر و بی‌بصیرت می‌خوان می‌شود مسئول بنیاد شهید و از این انتصاب‌ها الا ماشاءالله. پس گلایه بسیار از دولت روحانی داشتیم. من معتقد بودم که بایستیم در این 4 سال تلاش کنیم که 4 سال بعد از سبد جنتی ناگزیر به انتخاب یک نفر نشویم. اما دوستان ما در اصلاحات کاملاً منفعل شده بودند. اسم این انفعال رو گذاشته بودند اعتدال، نه خیر، انفعال کامل بود و نگران بودند این وضعیت و پوزیشن ها و جایگاه هایی که در پست ها به دست آوردن اینها از دست نره. فیش های نجومی حقوق های نجومی رو نگران بودند، لذا تن به سازش دادند. در یک فرایند کاملا غیر دموکراتیک، انحصار طلبانه و مستبدانه اجازه کاندیداتوری به هیچ اصلاح طلبی ندادن. یعنی اگر ما سخن از محقق داماد می آوردیم می گفتن نه، دکتر حسن هاشمی نه، دکتر ظریف نه، علی مطهری نه. دیدیم هیچ کسی رو اجازه نمی دهند. یک انحصار کامل بود. با رجال اصلاحات خیلی بحث کردم. ما دموکراسی را باید از درون جناح خودمان آغاز کنیم. باید کاندیداهای بیایند، شور و شوق ایجاد شود، سفرهای استانی و شهرستانها آغاز شود، گفتمان و روشنگری که مهمترین کار ماست باید انجام شود. باید 10 نفر سخن بگویند تا مرد سخن نگفته باشد عیب و هنرش نهفته باشد. من بدانم به چه کسی میخواهم رأی بدهم. تا کی باید به افرادی که نمیشناسیم رأی دهیم؟ تا کی باید در 94 کار بزرگی که مردم کردن به کسانی که نمیشناختن رأی دادن؟ یعنی اگر آخر لیست اسم چوب هم بود رأی میدادن، یا اون عزیزی که گفت من به قاتل خودم رأی میدهم به یکی از وزرای اطلاعات
که دستور ترور ابراهیم یزدی رو در ترکیه داده بود، آقای ابراهیم یزدی گفت من به قاتلم میگی رأی بدم؟ عرض کردم بله، شما به قاتلتون رأی بدین که ما میخواهیم شاخصهای جناح حاکم رو بزنیم. پیام ملت زدن شاخصهای جناح حاکمه. و ایشون دو روز بعد زنگ زد گفت من هم به همین نتیجه رسیدم و بیانیه میدهیم که به 30 به علاوه 16 رأی دهیم. آقای خاتمی هم بحث کردیم که اگر کاندیدا هم برایتان نگذاشتن از انتهای لیست اصولگرایان بردارید و لیست 30 نفرهی بدهید و 16 نفره کامل لیست ناقص ندید تا ما سرشاخه ها رو بتونیم بزنیم. و ایشون هم خب اون بیانیه و اون پیام زیبا رو داد که تکرار میکنم به 30 به علاوه 16 رأی دهید. این تلاش ها شد، پیروزی 94 ثبت شد. اما 96 ما دیگه نمیخوام به کسانی که نمیشناسیم رأی بدهیم یا از سبد جنتی انتخاب کنیم. ما باید آنقدر کاندیدا داشته باشیم که بین کاندیداهای خودمون بین خوب و خوبتر انتخاب کنیم، انتخاب اصلح بکنیم، نه اینکه دفع افسد به فاسد و بین بد و بدتر که سالیان سال از مردم ما بین بد و بدتر انتخاب میکنن. آقایون اصلاح طلب تن به این رقابت دموکراتیک ندادن، نه همه. من میخواهم بگویم جمعی که متاسفانه زمام امور اصلاحات رو دست خودشون گرفتن، شورای هماهنگی و شورای عالی رو در اختیار گرفتن، کسانی که سابقه مبارزاتی چشمگیری ندارند، کسانی که برای ملت هزینه ندادند و کسانی که سر سفره انقلاب نشستند و سهم خواهی کردند و سهمی از سفره انقلاب برداشتند، امروز برای من و شما تصمیم میگیرند. در این شرایط ابتدا گفتم بگذارید دیگران بیایند، دیدم هیچ کسی را اجازه نمیدهند. فضا اونقدر سنگین و خفقانبار است که هیچ کس جرأت نمی کند بیاید. برای شکستن این مثل همیشه مثل ماجرای نقد حضور ایران در سوریه و سردار سلیمانی و مثل ماجرای نقد جدی اشغال سفارت آمریکا که بر ما 38 سال تحریم و جنگ رو تحمیل کرد و بسیاری موارد دیگر که به صورت یک تابو شده است و کسی جرأت ندارد به نقد آنها بپردازد، گفتم پس به توصیه یکی از مراجع یا بهتر بگویم به توصیه آیت الله صانعی که سه بار تأکید کردند که کاندیداشو و برنامه بده، قطعا میایم کاندیدا میشم و تلاش خواهم کرد که بمانم. اگر هم رد صلاحیت بشوم برنامه ای رو و مطالباتی رو ایجاد خواهم کرد که آقای روحانی یا باید پاسخگو باشد یا اینکه این نقد ادامه پیدا خواهد کرد. مطالبات جدی که قطعا در واقع گفتمانی خواهد شد که مطالبه همگانی خواهد شد، اینکه آقای روحانی تکلیف خودتو با اعدام های 67، تکلیف خودتو با اشغال سفارت یک کشور دیگر، سفارتی که امنیت اون به دست نیروی انتظامی ما بود و هنری نیست که از دیوار سفارت بالا برویم. آقایون دانشجویان پیرو خط امام باید به جبهه می رفتن و می جنگیدن، نه از دیوار سفارت. من حتی معتقدم سفارت عراق در 8 سال جنگ باید دست نخورده، چون امانت نزد ما بود و امنیتش به دست ما بود، بایستی نگاهداری میشد و ما حرکت رفتن به سوی سفارت عراق یا سفارت آمریکا یا هر سفارت خانه دیگری، سفارت انگلیس، سفارت عربستان، این از دیوار سفارت بالا رفتن خلاف فرهنگ و خلاف تمدن است. یا گفتن مرگ بر کشور دیگر، مرگ بر آمریکا، جهالتی است که 38 سال بر ما حاکم بوده و باید آقای روحانی تکلیفشو با این مشخص میکرد. چگونه میشود به سرزمینی و به کشوری و به پرچمی اهانت کرد؟ این حرف ها بود که متاسفانه شهامتش رو نه دولت تدبیر و امید نه اصلاحات شهامت بیان این حقایق رو نداشتن. ناچار برای بیان این حقایق کاندیدا میشدن و بعد برنامه های مفصل دیگری انشاءالله در صحبت‌های آتی راجع به بحث اقتصادی و اینها و اینکه اینها چه کردن با مملکت، مملکتی که
شاید بی‌نظیر باشد، شرایط ایران رو هیچ کشوری ندارد، ذخایر ایران رو هیچ کشوری ندارد، با این شرایط استراتژیک و ژئوپلیتیک و ذخایر غنی و ضریب هوشی بالای ایرانیان متاسفانه همه رو نابود کردیم. و اگر کسانی میخواستن کمر همت ببندن و این سرزمین رو نابود کنن، فکر نمی کنم بیش از این خسارت بر این کشور وارد میکردن. زمین های کشاورزی ما، آبهایی که هدر رفته است و وضعیت نابسامانی که مسئله محیط زیست ما دارن، همه اینها رو روی هم بگذاریم، باید برای همه اینها برنامه داشت. من معتقدم حرکت بعدی که جسارت و جرأت می‌خواهد و قطعاً در زمانی همان گونه که در مسئله انرژی هسته‌ای که حق مسلم ما بود به جایی رسیدیم که پذیرفتند که بایستی بسته شود و متاسفانه سرمایه‌های ملت صرف انرژی هسته‌ای شد که نتیجه نداد، در مسئله اقتصاد هم به جایی می‌رسند که درها رو باز کنند، اما اون روز دیر شده است. ما بایستی مملکتی که در فقر مطلق به سر میبرد و نیاز به سرمایه و پول است برای اشتغال، نمیشود گفت امسال سال تولید و اشتغال است. نه خیر، تولید و اشتغال سرمایه میخواهد، پول میخواهد و ورود سرمایه به این مملکت امنیت میخواهد و بایستی جناح حاکم که به صورت یک شبکه رباخار بر تمام ملت مثل اختاپوس افتاده است و سرمایه و جان و شیره ملت را مکیده است. 90% کارخانه ها و کارگاه های ما تعطیل و نیمه تعطیل است. تمام تجار و صنعتگران و کشاورزان ما در خطر جدی ورشکستگی هستند و یکی از دلایل اون این شبکه بزرگ ربوی است با سودهای کلان و اجازه نمیدهند بانک های خارجی بیایند و پول با نرخ بهره 2% و 3% در اختیار مردم قرار بدهند. مردم دارند با نرخ بانکی تا 45% با حواشیش 35% 45% با حاشیه هایی که دارد، سپرده ای که میگذارند و یا در بازار با نرخ های ربوی بالاتر از این هزینه سرمایه میخواهند تولید کنند و قطعا این تولیدات قابل رقابت با تولیدات خارجی نیست. این که ما بگوییم چیزی که در داخل تولید می شود وارداتش حرام است، یعنی بستن سرزمین و این راه نجات تولید نیست، بدتر تولید رو بیکیفیت می کنه. اگر ما انحصاری کردیم، اگر درها رو بستیم، اگر عوارض غیر متعارف و نامعقول بر خودروی خارجی بستیم، خروجی ایران خودرو و سایپا می شود پیکان و پراید. اگر می خواهیم اینها رشد کنند، باید بتوانند خودروسازی داشته باشند که صادر کنند. در هر تولیدی، تولیدی موفق است که بتواند با رقیب خارجی رقابت کند و محصولی ارزانتر صادر کند. اگر نمی تواند، قطعا یک جای این اقتصاد و این چرخه می لنگد و محکوم به شکست است. با چوب زیر بغل نمیشود صنعت و کشاورزی رو حفظ کرد. بروید ببینید مشکل کار چیست، اون مشکل رو باید حل کرد و اون مشکل یکی از مشکلات تمام صنعتگران، تولیدگران، کشاورزان، ساخت و ساز مسکن، هزینه بالای سرمایه است. یعنی باید بانک های خارجی بیایند در اینجا شعبه بزنند، پول ارزان بیاید و قطعا در 24 ساعت اول بانک های دولتی و غیر دولتی که آلوده به ربا شده اند ورشکست خواهند شد و قطعا انقلاب عجیبی اتفاق میفته در اقتصاد ما و بعد از اون باز هم پیامدهایی دارد که جاش امروز نیست. در یک بحث اقتصادی پیامدهای اون رو خواهیم گفت، اما این پیامدها باید انجام بشود. باید کسانی که از محل سودهای کلان این بانک ها مثل قوامین و انصار و تمام بانک های خصوصی دیگر هم تش میبینیم که یک سری از سرداران و غیر سرداران سهیمند و دارن منتفع میشن، حتی وجوهات طلبه امام زمان رو گذاشتن توی بانک، سودش رو میگیرن و او دارن وجوهات میدن و این انحرافه. با
با این ربا مملکت رو نابود کردیم. یکی از گام ها شجاعتی میخواهد که در رو باز کنیم. باید بتوانیم 10,000 میلیارد دلار سرمایه وارد این مملکت کنیم، شرکت های چند ملیتی وارد کشور بشوند و ساخت و ساز آغاز شود. این که ما بگوییم قبل از انقلاب اینقدر جاده داشتیم، حالا 6 برابر شده، جمعیت ما 2 برابر شده، اینها واقعا آمارهایی است که مردم متوجه می شوند. بله، میتونیم یه آمار زیبا بدیم، بگیم قبل از انقلاب هیچ کی موبایل نداشت. ببینید که الان بچه های ما هم موبایل دستشونه، اما این واقعا برای مردم آمار قشنگی نیست و مغلطه است. باید ببینیم که رضا شاه با بیل و کلنگ چقدر جاده کشید، راه آهن رو آورد، دانشگاه رو اینجا تأسیس کرد که شما در طول این 30 چند سال نتونستید. همین اطراف ما میبینید که ساختمان های اطراف سرای قلم همه خریداری شده و خراب شده، اما نتونستید یک تیکه کوچیک توسعه بدید دانشگاه تهران رو و بیافزایید بر آن چیزی که رضا شاه درست کرده بود. شما نتوانستید در طول این 38 سال یک مصلا برای خودتان بسازید، اما ببینید با بیل و کلنگ چقدر ساخت و ساز رضا شاه کرده بود. این که مقایسه کنیم خودمان را با قاجار و پهلوی غلط است. ما باید خودمان را با شیخ نشین عقب مانده دبی مقایسه کنیم، ببینیم الان کجاست، قبل از انقلاب کجا بود. قبل از انقلاب خیابان‌های اونها خاکی بود. میگفتن اگر میخواهی تا میدان جمال بروی یا 5 روپیه بده به تاکسی یا 5 روپیه بده به واکسی، که اگر 5 روپیه به تاکسی ندی خاکی میشه، کفشت باید واکس بزنی. واحدش هم روپیه میگفت، یعنی تحت سلطه مستعمره هند شرقی، یعنی به واسطه مستعمره بود. اما الان کجاست؟ کره جنوبی که آرزوی شهردار سئول این بود که روزی تهران بشود کجاست؟ و اندونزی کجاست؟ مالزی کجاست؟ و ما کجاییم؟ ما کجا بودیم و الان کجاییم؟ این که جاده اضافه شده است، دانشگاه اضافه شده است، همه جای دنیا اضافه شده است، تکنولوژی عوض شده است. مثل این که بگوییم قبل از انقلاب یک موبایل نبود یا یک کامپیوتر نبود، الان اینقدر ما کامپیوتر و موبایل داریم. اینها فریب مردم است. با مردم باید صادق بود. امروز باید چه کار کرد؟ امروز مملکت ما پول میخواهد و پول و سرمایه امنیت میخواهد. بایستی امنیت بدهیم. با یک عزیزی در عشق‌آباد جلسه ای داشتم، دعوتش کردم که بیا برای فلان پروژه ملی سرمایه گذاری کن. گفت حرفی نیست، اما با کدوم قانون؟ با قانون خطبه اول نماز جمعه یا خطبه دوم نماز جمعه؟ درد ما این است. یعنی آقای رئیس جمهور و رهبر محترم، اگر میخواهید مملکت درست شود، گام اول امنیت اقتصادی است و گام دوم درها رو باز کنید تا سرمایه ها وارد مملکت بشود. راهی جز این نیست. قطعا وقتی آن سرمایه بزرگ آمد، اتفاقات عجیب میفتند و مسیر ما به سوی دموکراسی سرعت سرسام آوری پیدا میکنه و اختیار دیگه در اختیار شما نخواهد بود. من 96 رو گامی میدونم در این 2 ماه باید روشنگری کنیم، فضای جامعه باید آگاه بشه و بتونیم این بار انتخاب کنیم، نه بین بد و بدتر، کسی رو که میخوام انتخاب کنیم. و بعد گام بعدی ما 98 مجلس رو باید به جای اینکه 30 نفر کسانی که نمیشناسیم وارد کنیم، 30 نفر کسانی که میشناسیم و بعد کل مجلس در تمام شهرها و استانها باید تلاش کرد. و 1400 اگر این 2 تمرین رو درست انجام بدهیم، من مطمئنم انشاءالله 1400 به دولت آزاد و دموکراتیک خواهیم رسید، انشاءالله.